بیماری های قابل انتقاد با کاندوم به کانال چطور خوش اومدید؟ یکی از مهمترین دقدقه های زوجین در هنگام نزدیکی و مقاربت جنسی سلامت جنسی هر دو طرفه. فکر کردن به بیماری های مقاربتی همیشه مسئله سازترین شاید رو در حین رابطه به وجود میاره اما روش های پیشگیرانه خاصی از جمله استفاده از کاندوم در حین رابطه وجود داره که همیشه و در هر زمان به زوجین توصیه میشه کاندوم و بیماری های مقاربتی. هیچ نوع کاندومی نمیتونه 100 درصد از انتقال بیماری مقاربتی جلوگیری کنه. کاندوم اگه به درستی استفاده بشه تا 98 درصد در برابر بیماری های جنسی فرد و مسئول نگه کاندوم در پیشگیری از بسیار از بیماری ها مثل ایس، هپاتیت، سوزا، کلامیدیا و غیره میتونه موثر باشه. اما شما رو در برابر برخی دیگه از بیماری‌های مقاربتی مثل زیگیل، تبخال تناسلی، سفلیس که از تماس پوست به پوست انتقال پیدا میکنه محافظت نمیشید. بسیاری از افراد از کاندوم به شکل درست استفاده نمی کنند و بنابراین به طور حدودی میتونیم بگیم که کاندوم تا 85 درصد میتونه در پیشگیری از بیماری های مقاربتی موفق عمل کنه. آیا کاندوم از HPV یا زیگیل تناسلی جلوگیری میکنه؟ سوال مهم اینجاست که آیا HPV با کاندوم منتقل میشه؟ کاندوم از انتقال بیماری های مقاربتی جلوگیری میکنه اما وضعیت در مورد ویروس HPV متفاوته. چرا که این ویروس ممکن در اطراف آلت تناسلی کشاله ای ران ایران پخش شده باشه که امکان پوشاندن همه نواحی با استفاده از کاندوم وجود نداره بنابراین نمیتونیم بگیم که کاندوم راهکار ایدئال و موثری برای جلوگیری از زیگل تناسلی همون HPV ه آیا استفاده از کاندوم مانع از ایدز میشه یکی از راه راههای انتقال ایدز از فرد آلده به سالم رابطه جنسیه در واقع ویروس اچ آی میتونه از طریق مایع منی و دیگر ترشحات بدن از فردی به فرد دیگر انتقال پیدا کنه. کانوم اگر در حین رابطه پاره نشه و به درستی مورد استفاده قرار بگیره، به خوبی میتونه از انتقال اید پیشگیری کنه. این حالت در صورت داشتن روابط جنسی پرخطر توصیه میشه که چکاب سالیانه یا حتی ماهیانه صورت بگیره. چه افرادی در خطر بیماری های قرار دارن؟ هر کسی از نظر جنسی فعال باشه در خطر بیماری های مقاربتی قرار داره و فرق نمیکنه چه جنسیت نجات طبقه اجتماعی یا جهتگیری جنسی داشته باشه. نوجوان و جوان ها از افراد با سن بیشتر به این بیماری ها گرفتار میشن. در سن 25 سالگی که تقریبا نیمی از بزرگ سالن که از نظر جنسی فعالن دچار یک بیماری مقاربتی میشن. این افرادی که تا رابطه جنسی نداشتن ممکنه به بی بیماری مقاربتی مبتلا بشن؟ بله بسیاری از این بیماری ها از طریق هر نوع فعالیت جنسی از جمله تماس پوستی یا دهانی میتونند گسترش پیدا کنند به خصوص در مورد بیماری های مقاربتی که زایعات یا زخم تناسلی ایجاد میکنن پیشگیری از بیماری های مقاربتی بهترین راه پیشگیری از این بیماری ها اینه که از هر گونه تماس جنسی محافظت نشده خودداری کنید و روابط جنسی رو به صورت روابط زناشویی بلند مدت داشته باشید برای کاهش احتمال ابتلا به بیماری های مقاربتی انجام اقدامات زیر توصیه میشه از کاندوم استفاده کنید اگر همسر شما هر یکی از علائم بیماری های مقاربتی رو داره از فعالیت جنسی باش خودداری کنید از علائم آگاه باشید و برای معاینه حتما به پزشک مراجعه کنید چگونه میشه تاثیر کاندوم در جلوگیری از بارداری و بیماری های جنسی رو بیشتر کرد در راه جهت افزایش کارکرد کاندوم استفاده درست از این وسیله در رابطه جنسی به این معنی که از ابتدا تا انتهای کاندوم باید به خوبی آلت تناسلی رو بپوشونه باید به این خیلی دقت کنید قبل از استفاده از کاندوم باید اون رو به خوبی از لحاظ داشتن پارگی و همچنین تم نشدن تاریخ انقضا بررسی کنید اگه میخواد به هنگام رابطه جنسی امکان باردار شدنتون رو به صفر برسونید توصیه میشه که در کنار استفاده از کاندوم از یک روش دیگه هم برای پیشگیری از بارداری مثل مصرف قرص یا گذاشتن آیودی هم کمک بگیرید. همچنین یک روش دیگر هم اونه که با وجود داشتن کاندوم به هنگام انزال آلت تناسلی رو بیرون بکشه. در شب احتمال حاملگی و هم احتمال انتقال بیماری های کم میشه. به این نکته مهم هم توجه داشته باشین که شما نمیتونید از کاندوم مردانه همزمان با کاندوم زنانه که ما کاندوم داخلی میگم استفاده کنید.